سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز نگاهی داریم با آخرین گزارشات اقتصادی افغانستان و جهان. اعضای مجلس سنا بودجه سال مالی 1395 خورشیدی را نامتوازن دانسته و وزیر مالی کشور را برای پاسخگویی به مجلس سنا فراخواندند. در همین حال وزیر مالی کشور میگوید طرح بودجه سال مالی به اساس امکانات دست داشته حکومت آماده شده است. بانک مرکزی اروپا برای مقابله بهتر با نرخ بسیاری پایین تورم در حوزه پولی یورو و بالا بردن روند رشد اقتصادی در این منطقه از همه سازوکارهای خود استفاده خواهد کرد. ماریو دراکی رئیس این نهاد با شرکت در کنگره بانکی اروپایی در فرانکفورت ضمن تصریح این مطلب از احتمال ایجاد تغییر و تحول در برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه خبر داده است. آگاهان امور اقتصادی سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قزاقستان و توسعه همکاری با کشورهای منطقه را مهم خواندند. قزاقستان یکی از کشورهای زراعتی و نسبتاً ثروتمند آسیای میانه است. از این رو سفر محمد اشرف غنی به این کشور برای افغانستان به ویژه از نگاه اقتصادی مهم گفته می شود. گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با قزاقستان و امضای دست کم 3 سند همکاری در زمینه های حکومتداری و مبارزه با فساد اداری و یک قرارداد در زمینه خریداری گندم از اهداف این سفر بود. و برای بحث بیشتر نجم الدین سیاز کارشناس امور اقتصادی با ما هستند. آقای سیاز خیلی هم خوش آمدید. تشکر. خوش باشی. آقای سیاز شما سفر رئیس جمهور غنی را به قزاقستان چقدر بر دستاورد میدانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان تلویزیون آریانا نیوز، سفر چنانچه شما خودتان اگر صحبت هایی که در زمان وقت تألیف خود رئیس جمهور در اونجا در وقت تألیف صحبت را کردن گفتن که ما 5 حلقه را مد نظر گرفتیم که یک حلقه ما روابط منطقوی است، روابط آسیایی است، روابط با کشورهای اسلامی است و روابط با کشورهای بزرگتر و بالاخره با تمام جهان. در یکی از همو اهدافی که خودشان در وقت فرموده بودند سفر داشتن به قزاقستان. قزاقستان چنانچه شما در خبرتان گفتین یکی از کشورهای که اقتصاد بالایی داره در میان کشورهای آسیای میانه، از تولید فولاد بزرگ برخوردار است، از لحاظ مواد خوراکی هم تولیدات خوبی داره، خصوصا که در عرصه گندم به افغانستان کمک کردن. یک سفر من فکر میکنم مهم تلقی میشه، به خاطر که خود ما فعلا مواد خوراکی از یکی از دو کشور وارد میکنیم. وقتی که ما بتونیم مواد خوراکی را از کشورهای متعدد وارد کنیم، خود نشان میتواند که وابستگی ما بالا یک کشور ختم میشه. و اگر بالای یک کشور هر وقت بخواه یک نقطه فشار بالای افغانستان وارد کرده میتونه، از این لحاظم بر افغانستان بسیار مهم است که روابط خود با منطقه باید روابط بهتر بسازیم. مثلا اطمینان داده شود به کشورهای منطقه، خصوصا به کشورهای آسیای میانه، که افغانستان یک کشور دوست برای آنهاست. افغانستان خودش تولید کننده تروریسم یا تروریست نیستند. بنابراین این خودش یک آگاهی بر از واس و یک نشان دادن روابط خوبی است و من جمله در بخش اقتصادی هم بسیار برای افغانستان مهم است که افغانستان هم به او کشورها صادرات خود داشته باشه و هم از او کشور واردات خود داشته باشه. آقای سیاز، نقش قزاقستان در زمینه برقراری روابط و همکاری های افغانستان اقتصادی افغانستان با کشورهای دیگر چه هست؟ قزاقستان میتونه که مثلا به خاطر که خودش نسبتاً اقتصاد بالاتری داره، میتونه اگر روابط خوبتر بین افغانستان و قزاقستان باشه، میتونه یک نوع فشار بالای کشورهای دیگه وارد کنن. مثلا بسیاری کشورها مایدهای را که با افغانستان امضا میکنه اکثر اوقات به اون مایدهای خود پابند نمی باشن و میتونه که ما اگر یک حلقه خوبی روابط با قزاقستان داشته باشیم، از این روابط از طریق مثبتش استفاده شود بالای کشورهای
دیگه تا و خود روابط با قزاقستان ما میتونیم به قزاقستان و از طریق از کشور به کشورهای دیگه روسی صادرات خود داشته باشیم. آقای سیاس، وعده هایی که در این نشست شده چقدر عملی خواهد شد؟ وعده هایی که در این نشست شده امیدواری بیشتر است که سه وعده که داده شده در سهش عملی شود. بخاطر مبارزه با فساد اداری و کشورهایی هستند که در فساد اداری بسیار دخیل نیستند، از جمله کشورهای که شفافیت اونجا بیشتر هستند، از جمله از او کشورها است، میتونیم که از خود تجربه از وادر افغانستان استفاده شود و برای بلند بردن ظرفیت که چطور مبارزه شود با فساد اداری هم میتونیم که از او از وا استفاده کنیم. در ضمن در بخش حکومت داری خوب و دیپلماسی که ما در بسیاری از نهادهایی که در افغانستان است، مثلا سیستمای ترافیک ما یک سیستم مکانیزه برقی وجود نداره، میتونیم در بخش حکومت داری خوب کشور قزاقستان در این بخش هم روی افغانستان کمک کنه که مفید واقع میشه. و قدم سیومی که گندم است، ما واردات داریم، واردات گندم یا از ایران یا از پاکستان یا از ترکمنستان، بالاخره ما از قزاقستان هم میتونیم که در این زمان واردات داشته باشیم. بنابراین این سه تفاهمی که بین دو کشور امضا شده ارزش جنبه عملی بیشتر داره که عملی شه. خیلی خوب. آقای سیاس، همچون سفرها چقدر تاثیرگذار است بالای اقتصاد افغانستان؟ در کوتاه مدت شاید تاثیرات زیادی را نداشته باشد، به خاطر تا که خود افغان ها به رشد کشورشان فکر نکنه، از خود صنایع کوچک در افغانستان رشد نکنه، به این نوع تفاهم نامه اوقدر در رشد کشور که آنان بر ما یک ایجاد کنه، تغییر ایجاد کنه نیست. تا در دراز مدت طبعا که ما روابط خوبی با کشور قزاقستان داشته باشیم، از او کشور ما واردات و صادرات داشته باشیم، طبعا رشد اقتصادی بهتره و در ضمن از آله فشار دیگه کشورها افغانستان خلاص میشه که تنها از یک نقطه باید مواد خوراکی وارد کنیم و خصوصا مواد خوراکی کشور قزاقستان به یک استاندارد، به یک نرم خاص موجود است. مثلا گودامای بسیار خوبی در بخش گندم دارن که موادش با کیفیت بالاست. از این نوع که خود هموطنان ما یک اطمینان می داشته باشه، گندم میره که ما استفاده میکنیم قابل استفاده است، گندم تاریخ تیر شده یا اکسپایر نیست، این جنبایی است که به نفع افغانستان است. آقای سیاس، فکر نمی کنید که ما خود ما فعلا گندم خیلی خوبی بعد از رس ما هست، چرا ما لازم داریم که از کشورهای بیرون بخواییم گندم و وارد افغانستان کنیم؟ ما گندم که افغانستان تولیدات زراعتیش است به او تکافو نمی کنه بر 30 میلیون یا 35 میلیون نفوس که در افغانستان است. خصوصا افغان ها از گندم بسیار زیاد استفاده می کنه و در صورتی که بیخی ما چی هم شویم، تولیدات بعض کشورها تخمین زده حداقل آقای سیاس 30% میتونیم از استفاده کنیم، ولی ما نیاز نداریم که از کشورهای دیگر هم بخواییم و یا گندم خود ما رو روان کنیم به کشورهای بیرون. ما در حال حاضر گندم ما روان میشه به کشور پاکستان و ایران و دیگر کشورها. ما صادرات گندم اگر از لحاظ ازی داشته باشیم که ما سیلوهای بزرگی نداریم که گندمای خود ما آرد شوه، ما یک چند وقت یک سفر وزیر تجارت و مزار شریف داشتن به بلخ، ما هم در سفر همراه بودم، ما دیدیم بعضی سیلوهای را و اونجا افتتاح کردن که خودشان ظرفیت زیر داشتن که گندم به آرد تبدیل شود. به خاطر سابق آرد تبدیل می شد، از آسیای کوچک استفاده می کردن که نان از او نسبتا سیاه می بود یا رنگش تغییر می بود و زیاد مردم علاقمند نبودن. فعلا در داخل کشورم این ظرفیتی هست، ممتاب بازم ما به گندم بیشتر ضرورت داریم نسبت که تولیدی در کشور می شه. طبعا او تولیدی که ما داریم از او در داخل افغانستان استفاده می شه. آقای سیاس، در گذشته کشور قزاقستان چقدر همکار بوده با افغانستان؟ کشور قزاقستان کشور همکاریش به هر صورت از یک کشور مخرج بر افغانستان نبوده، یک کشوری بوده که روابط تیره هیچ وقت با افغانستان نداشته. همین خودش یک نقطه مثبت است که ما میتونیم اما روابط دوستانه را همراهش امتداد داده میتونیم. و در ضمن کشور قزاقستان در بحث بورس‌های تحصیلی در حدود 900 الی 1000
بورس تحصیلی بر افغانستان داده بود که فعلا مسئله افغانستان در اونجا سرگرم تحصیلات خود هستند و بعضی پروژه در ولایت بامیان یا جوزجان بعضی پروژه های خورد ریزه دیگام داشته. مگر این شروع روابط افغانستان با قزاقستان است؟ امکان ازی است که امتداد بیشتری به این روابط دولت افغانستان و یا تاجرای افغانستان ببخشد؟ آقای سیاس، در این سفر گفته شده که البته در این نشست که افغانستان مشکلات ترانزیتی خیلی زیاد داره، چقدر این مشکلات حل خواهد شد؟ افغانستان مشکلات ترانزیتی خود، بله ما مشکلات ترانزیتی با کشور ترکمنستان داریم، به خاطر که کشور ترکمنستان اکثر اوقات نمیخواد که درایورای کشور افغانستان یا درایورای افغانی وارد خاکشان شود، به خاطر از خاطر که امو نگرانی های لحاظ امنیتی که داره، به او خاطر امی مشکلات ترانزیت ما اکثر اوقات با کشورهای مختلف داشتیم. و سیاس، علت اصلیش فقط به خاطر نامنی هست؟ علت اصلیش نامنی است و در ضمن خود ترانسپورت که ما به او شکل ترانسپورت داشته باشیم که میارای تیر در ملاحظه شوه، افغانستان به او شکل ترانسپورت هم نداره، به خاطر ما خود موترهای یخچالی یا موترهای غیر یخچالی باید به استاندارد باشه و خود درایور مثلا حداقل یک لسان خارجی رو بفهمه و پاسپورت و ویزا و گپایشان همش مهیا باشه. به این خاطر این مشکلات باعث شده که کشورهای دیگر ترانزیت را برای افغانستان قائل نباشه. اگر شما راجع به کشور پاکستان همین مشکلات چی را نداریم که افراد ما میتونه به زبان اردو صحبت کنه درایورای که و موترهای هم به مستنده که موترهای پاکستان از داریم، ممتاز با مشکلات سیاسی یا دیگر مشکلات ها پیش میکنن، ممتاز در بخش ترکمن افغانستان زیادترش از لحاظ تکنیکی و مسئله امنیت است. آقای سیاس، این امکانات چه وقت فراهم خواهد شد؟ آیا این مشکل ادامه خواهد داشت؟ خب با مرور زمان که ظرفیت ها بلند شود در بخش ترانسپورت افغانستان و توجه بیشتر شود، به خاطر که در بسیاری عکس بخشا کار نشده، یک میکانیزم خاصی نیست که ما از اون میکانیزم استفاده کنیم، روز به روز در اون بخشا بهبودی بیاید. یکان مشکلات سالهای سال اما تو امتداد پیدا میکنه. علتی که چرا مشکل باقی میمانه، به خاطر حل از اون مشکل کسی کوشا نمیباشه که مشکل حل شوه و بالاخره. آقای سیاس، در 14 سال گذشته چرا روی این مشکل توجه نشده و فکر میکنید 14 سال وقت کمی بوده؟ در 14 سال صدای بلند نشده. در 14 سال گذشته، قبل از 14 سال ظرفیت در افغانستان صفر بوده، یعنی ما یک راه بسیار درازی را پیمودیم و یک راه درازی دیگه هم مانده، به خاطر که در اون زمان در 14 سال زیادتر قوت‌های ناتو و قوت‌های نظامی از کشورهای مختلف در افغانستان بوده، زمینی کار، زمینی ترانسپورتی که در داخل کشور بسیار زیاد مساعد بوده، خود افغان‌ها خود ترانسپورت‌های افغانستان زیاد کوشا نبودن که روابطی را جور کنن به کشورهای ترانزیت مختلف. بناهن فعلا او ترانسپورت هایی که قبلا استفاده می شد فعلا اما امکاناتی نیست که استفاده شود، بناهن ترانسپورت های افغانستان ناگذیر می شه که یک روابط درست با این کشورها بسازه و خود میارای منطقوی را بالای خود تطبیق کنه و مطابق از او کارا را پیش ببره. همچنان آقای سیاس گفته شده در این نشست که افغانستان باید با همه کشورهای دیگر روابط خوب اقتصادی داشته باشه، نه با یک کشور. در گذشته ها چگونه بوده روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه؟ خب در 14 سال گذشته ما روابط خوبی هم با کشورها داشتیم و هم روابط خوبی را نداشتیم. ممتاز فعلا مهم است که روابط را ما توسعه با خصوصا با کشورهای آسیای میانه توسعه بیشتر بدیم، به خاطر که دو کشورها بر بعضی اقلام و ضرورت دارن که اونجا خودشان وارد کنه و بعضی که اجناس داره که صادر میکنه، صادرات از و برای افغانستان ارزان تمام میشه. از لحاظ ازی که کشورهای همسایه است برای افغانستان، ما میتونیم که ما میوجات ترکاری و از قبیل اجناس صادر از او کشورها کنیم و از او کشورهایی که مثلا فولاد دارن، گندم دارن، نفت دارن، مثلا چوبای
چوب چهار تراش میگن، چوبای روسی از او از قبیل کود از سیگاپوس وارد کشور کنیم. میتونیم که امی دو جانبه به می تجارت که در افغانستان از توسعه بتیم. تنوز افغانا نتونستن که روابط را برقرار کنن، مثلا تمام وارداتی که فعلا افغانستان داره بیشتر از کشور چین است و راههایی که استفاده میشه فقط راههای از طریق ایران بندر عباس و از طریق بندر کراچی است. بنابراین اگر ما توجه بیشتر داشته باشیم به کشورهای آسیای میانه، فعلا سر یک بخش کار میشه که رای ترکمنستان تا اروپا یک کوریدوری را بسازن که از طریق افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان بالاخره افغانستان به اروپا وصل کنه که ما از اجناس اروپایی که در اونجا تولید شده در افغانستان با قیمت خوبتری به دست بیاریم و یا صادراتی که ما داریم از قبیل قالین است و یا میوه‌جات است که میوه‌جات افغانستان در بسیاری کشورها نام خاص خود دارن به خاطر که خودش ارگانیک است، از مواد کیمیایی استفاده نمیشه، بنابراین خریداری میکنه. این روابط افغانستان سرش کار میشه که بهبود داده شه. خیلی خوب آقای سیاس، افغانستان یک کشور مصرفی و وارداتی هست، چه راههای حل وجود داره که ما حداقل بتونیم 50% از تولیدات خود استفاده کنیم و دیگر محتاج کشورهای بیرون نباشه؟ بسیار زیاد تشکر. یک سوالی است که همیشه در ذهن ما خطور میکنه و بسیار علاقمند هستم که راجع به این بخش صحبت های بیشتر شوه. یک بخش بسیار مهمی است که چطور ما یک کشور خود کفا شویم. ما کشور افغانستان در حد نیست که ما یک صنایع بسیار بزرگی را تولیدات بزرگ شروع کنیم که ما مثلا موترای 302 یا 303 یا بنزیایی تولیدات داشته باشیم یا کامپیوتر تولیدات داشته باشیم که ما بتانیم با جهان و منطقه رقابت کنیم. افغانستان بهترین راه های حلی که داره از صنایع کوچک باید استفاده شود. در تمام کشورهایی که ما سفر کردیم، ایران است، پاکستان است، چین است، هند است، تمام صنایع کوچکشان از خانه ها شروع شده. بله. از خانه ما شروع شدن. تولیدات اجناس مختلف در داخل خانه ها دارن. مثلا هر ماشینشان بیشتر از یک 4-5 هزار دلار بیشتر نیست. تمام بیشترین افغان ها توانمندی 4-5 هزار دلار داره. بخاطر هر خانه یک موتر دارن. واسه خانه میتونن که یک ماشین کوچکی را خریداری کنه که بتونه برای خود فامیلشان یک یاشه باتر بوده. در این بخش که باید بیشتر کار شود برای افغانا، در این بخش باید نمایشگاهی برگزار شود که ما از تجارب کشورهای دیگه استفاده کنیم. سفرهای بسیار زیادی به کشور چین داشتیم و اونجا همیشه متوجه شدیم و همین صنایعی که به حد بزرگ هم شده از بسیار یک صنایع کوچک شروع کردن و فعلا هم صنایع کوچک که فابریکی است که 10 نفر 12 نفر او کار میکنه یا یک فامیل خودشان مشغول کار هستن، برای خود یک رای عایداتی جور کرده. این بهترین رای است که ما بتانیم کشور خود کفا بسازیم و از این طریق حداقل اما نیازمندی های ابتدایی که از لحاظ لباس است، بوت است، لوازم روزانه که ما استفاده میکنیم از او باید در خود کشور تولید شود و از این طریق افغانستان میتونه که تا اندازه خود کفا شود. آقای سیاس، یک سوال که همیشه در ذهن مردم است این که چرا افغان ها نمیتونن که از تولیدات خودشان استفاده کنن؟ مشکل در چه هست؟ کدام تولیداتی را ما داریم که استفاده نکردیم؟ فکر نکنم که اگر ما تولیدات قالین داریم پس چرا مردم بیشتر علاقمند کالاهای خارجی هستن؟ ما نداریم کالای افغانی. شما دیدین اگر ما تنوز متوجه نشدیم که در افغانستان یک تکه تولید شوه که بگویم این تکه به نام تکه افغانستان است ما از او خریداری کنیم، یا بوت تولید شوه بگویم ما از هیچ چیز ما تولیدات در او حد نداریم که ما نخواستیم. افغان ها بسیار علاقمند هستند، خود ما علاقمند هستیم. میشه که راجع به این کمپاین های متعددی هم شوه ممتا در افغانستان تا فعلا به او حد تولیدات نیست که افغان ها نخواهی از او استفاده کنیم. آقای سایز، خیلی کوتاه اگر بوین که در کل اگر ما بخوایم که روابط خوب اقتصادی با کشورهای دیگر داشته باشیم و خود ما از اقتصاد خوب برخوردار باشیم، حکومت وحدت ملی چی باید بکنه؟ پلانای از اونا براینده چی باید باشه؟ خوب روابط خوب با امرای کشورهای دیگر در بخش اقتصادی کدام مسئله بسیار بزرگ نیست، به خاطر تمام کشورهای دنیا فعلا میفهمه که روابط اقتصادی مهمتر از هر روابط دیگه ای است. کشورهای متعددی هم علاقمند است. ما فقط رعایت های امون نرم هایی که است که باید از او رعایت شوه استفاده کنیم. در بخش ترانزیت است، در بخش خرید و فروش است و خود افغانستان اگر بخواهد که خودکفا شوه، راه حلش همی است که
باید از صنایع کوچک در افغانستان استفاده شود. سپاس نجم الدین سیاس آقای امور اقتصادی عزیزی که در زیربنا با ما بودین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروزه کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، یک یورو 73 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 103 افغانی، یک درهم امارات 8 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی، 1000 کلدار هندی 1060 افغانی. و این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل. یک گرم طلای کویتی 2550 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2150 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2100 افغانی، یک گرم طلای عربی 2000 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1700 افغانی و یک گرم طلای روسی 1550. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 44 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1420 افغانی، یک بوری برنج خارجی 2110 افغانی، یک لیتر تیل 45 افغانی و یک کیلو گاز 56 افغانی. خب بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.